همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، از تو بشنویم جزئیات این تجمع اعتراضی رو. بله، خب این تجمعی که الان برگزار شده تجمعی هستش که همزمان با چندین کشور مختلف در دنیا شاهد هستیم که در حمایت از توماج صالحی برپا شده و اونچه که امروز ما شاهد اون هستیم این تجمع در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه آلمان برگزار شده و نکته مهمش این هستش که در واقع در بیانیه‌ای که خوانده شد جامعه بین المللی و به طور خاص وزارت امور خارجه آلمان مخاطب قرار داده شد و اشاره شد که چرا جامعه بین المللی و به طور خاص آلمان داره سکوت میکنه در قبال بازداشت های خودسرانه و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و خب همچنین اعتراف های اجباری که از این زندانیان گرفته و در رسانه های عمومی پخش میشه و خب از جمله مسائل دیگه ای که بهش اشاره شد امروز در این تجمع این بود که همچنان ایرانیان در خارج از مرزهای کشور با همدیگه متحد هستن و این رمز اتحاد پاشنه آشیل مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود و بر اهمیت این اتحاد تاکید شد و اینکه این اتحاد باید هر روز بیشتر و بیشتر بشه. نکته بعدی هم که در واقع باید بهش اشاره بکنم در تجمع امروز این بود که در واقع خواسته شد از جامعه بین المللی و همه مقامات سیاسی آلمان که به قولهایی که داده بودن عمل بکنن، از جمله خب قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی. در این خصوص خب دوستم که با یکی از شرکت کنندگان و ایرانیانی که در این تجمع شرکت کرده آقای حسین خلج صحبت بکنم و اون این هستش که به هر حال می‌بینیم که الان جامعه بین‌المللی به ویژه دولت آلمان دچار بی‌عملی شده در مقابل این در زندانی کردن‌ها و شکنجه زندانیان. فکر می‌کنید که چه اتفاقی باید بیفته که کشورهای غربی در واقع بیان یک عملی رو انجام بدن و یک خود سختگیری‌هاشون و رفتارشون با جمهوری اسلامی تغییر بکنن؟ خب طبیعیه که دول غربی به مصالح و منافع کشورهای خودشون فکر میکنن، اما در این گذر اونها برآورد میکنن که رفتار اپوزیسیون ایران چقدر نزدیک به موفقیته. همونطور که در چند ماه اول جنبش دیاسپورای ایرانی وظایف خودش رو خیلی خوب میدونست و با تمرکز روی وظایف خودش همه سیاستمدارای غربی رو مجبور کرده بود به نحوی که عکس العمل نشون بدن نسبت به جنایات جمهوری اسلامی، من فکر میکنم یک وقفه کوچکی که در رفتار اپوزیسیون پیش اومده بود باعث شد که اینها گیج بشن و متوجه نشن. آنچه که در واقع حقیقت مخالفت مردم ایران با جمهوری اسلامیه دقیقا از زبان توماج به خالص در این شکل همیشه عنوان شده. چیزی که مردم ایران میخوان کاملا واضح و روشنه. در وهله اول میشه گفت که اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخوان و در این مطلب همه با هم تفاهم دارن. پس این میتونه محور اتحاد اپوزیسیون باشه و البته که اپوزیسیون این رو خوب میدونه. ایرانیان خارج از کشور لزوم این اتحاد رو خوب درک میکنن و قطعاً اگر بدونن که رفتارشون چقدر میتونه روی محاسبات کشورهای غربی تاثیر بذاره به این اتحاد بیشتر خواهند پرداخت. همونطور که الان در بیانیه این اعتراض هم این در واقع اعتراض به دولت آلمانه این تجمع که چرا در مقابل جنایات جمهوری اسلامی سکوت کردن، اتحاد ما همونطور که گفته شد میتونه اینها رو دوباره به این سمت سوق بده که عکس العمل مناسب در مقابل جنایات جمهوری اسلامی نشون بدن و حرف اول و آخر همیشه اتحاده. سپاسگزارم از آقای خلجی. و خب نکته آخری که باید بهش اشاره بکنم این بود که به هر حال این تجمعات و این اعتراضات همچنان تاثیر خودش رو بر افکار عمومی در آلمان هم گذاشته و امروز در یکی از مقاله‌هایی که در نشریات آلمان منتشر شد بر اونجا هم تاکید شده بود که
بیعملی دولت آلمان و عدم سختگیر و عدم تغییر روی کرد در مقابل جمهوری اسلامی باعث شده که جمهوری اسلامی تا اونجا پاش رو فراتر بذاره که حتی سیاستمداران آلمانی رو در کنار فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در آلمان هم مورد تهدید و مورد ضرب خودش قرار بده. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین.